سلام بچه ها خوبین در خدمتون هم با یه جلسه دیگه از کورس امنیت اپلیکیشن پیش از هر چیز امیدوارم که هر جا و سالم باشین توی ایام حسابی مراقب خودتون باشین خب جلسه قبلی با هم دیگه بروت فورس رو انجام دادیم حمله کردیم به یک مسیری که توسط بیسیک اتنتیکیشن از اون محافظت میشد و تونستیم یوزر پس رو پیدا کنیم فکر می کنم این قسمتاشو براتون کامل توضیح دادم چیزی که امروز میخوام خدمتتون بگم بحث شبکه‌ای بحث شبکه, بحث شبکه استفاده از بیسیک اتنتیکیشن یا بحث اسنیف کردن یا شنود شبکه است که بیسیک اتنتیکیشن بچه توی شبکه ناامن آسیب پذیره و نباید نباید بچه توسط HTTP استفاده بشه بیسیک اتنتیکیشن حتما 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 باید SSL باشه پروتکلمون HTTPS باشه چرا چون وقتی که ما از HTTP استفاده میکنیم ترافیک ما کلیرتکسه تکس و هر کسی میتونه توی مسیر اونو ببینه گفتیم چی وقتی ما اینجا به یک کامپیوتر یا سرور میخوایم TCP بزنیم از نودهای شبکه زیادی عبور میکنه حالا زیاد بستگی به مسافت داره و توی اون نودا هر کسی میتونه اطلاعات ما رو شونود کنه پس کار سختی نیست ما امروز این کار رو انجام میدیم ما نرم افزار وایر و اگر HTTP باشه پروتکل ما ارتباط ما یوزر و پسورد ما افشا میشه و چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه بیسیک اتنتیکیشن اینجوری کار میکنه یوزر نیم پسورد رو بیس 64 میکنه میذاره توی هدر و میفرسته اما یه نکته مهم رو باید با هم مرور کنیم من این قسمت از کتاب هکرز هندبوک رو بردم این کتاب رو هر کسی که وارد فیلد امنیت میشه و اپلیکیشن علال خصوص باید بخونه بحثی توش نیست یه قسمت رو من کاور میکنم براتون توی این کتاب این قسمتش چی میگه؟ میگه که این یه باور عمومیه حالا یه جورایی جنبه اینو بهش داده که مثلا اشتباهه که بیسیک سیکاد این یا ناامنه بچه ها، چرا این بحث رو مطرح کرده؟ میگه که آقا یه لاگین فرم مگه شما داشته باشید یوزر پسورد رو پست میکنید خب چه فرقی میکنه که یه لاگین فرم داشته باشید یا بیسیک اتنتیکیشن دو تاش داری پسورد میشه و اگر شبکه فرض بر ناامنی شبکه باشه در دو حالت چی میشه در دو حالت اون مهاجم میتونه چیز رو ببینه میتونه اطلاعات رو ببینه یه نکته مهمی وسط وجود داره اینه که ما با... نباید بگیم بیسی کانتیگیشن این اگه مثلا توی مصاحبه تو مصاحبه اینو ممکن ازتون بپرسن علل خصوص خارجی ها این که بتون بگن آیا بیسی کانتیگیشن این یا نه اون طرفی که این سوال از شما میکنه میخواد ببینه که شما حالا مثلا به صورت سرسری یه چیزی رو حفظ کردین مثلا بگین آره ناامن به خاطر اینکه یوزر پس میاد تو هدر بعد که شما این جواب بدین یهو میگه خب چه فرقی میکنه اگه من یه فرم بس اتنتیکیشن داشته باشم اون موقع یوزر پس توی مثلا حالا بادی هستش و من میتونم ببینم و ممکنه توی مثلا به تو پکت هستش توی توی پکت اچ و اینجاست که شما یه جورایی یه پوینت منفی برای شما ثبت میشه پس شما راجع به بیسیک اتنتیکیشن اولا که ما داریم با هم میبینیم چه خبره یعنی فقط من به شما فارسی شو توضیح نمیدم داریم به صورت عملی با هم کار میکنیم توی قسمت بیسیک اتنتیکیشن ما میگیم چی ما میگیم بیسیک اتنتیکیشن نسبت به روش های دیگه ناامن نه اینکه کلا ناامن چرا فکر کنیم که ما در بستر HTTP داریم کار میکنیم پس همه پکت ها برای همه برای مثلا اون نودای شبکه قابل دیدنه اگر ما با بیسیک اتنتیکیشن ارتباط رو برقرار کنیم ما یوزر پسمون رو لو میدیم اما اگه با فرم بیس اتنتیکیشن ارتباط برقرار کنیم حالا ممکنه بگیم فرم بیس چه همین فرمای لاگینی که میبینید روزانه مثلا میرین سایت فرضاً یه سایت شاپ هر جایی که میرین یوزر می 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 پس میزنین وارد میشون میگن فرم بیس اون اپلیکیشن هندل میکنه که ان شاء الله جلسه بعد مرورش میکنیم پس میگیم چی میگیم فرم بیس هم اوکی ما رو افشا میکنه اما یک بار یعنی یک پکت که یوزر پس فرستاده میشه و بعد از اون ما یه توکن میگیریم به نام سشن یا کوکی که فعلا باش کاری نداریم پس چی شد پس یک بار پکت ما حاوی اطلاعات ماست درسته که اگر مهاجم بیاد پکت ما رو شنود کنه به اطلاعات حساب ما دسترسی پیدا میکنه یه امایی وجود داره ولی پسورد ما رو نمیتونه استخراج کنه مگر اینکه همون یه پکت رو ببینه اما وقتی تو بیسیک هر پکتی رو که بیاد کپچر کنه پسورد ما اون توه پس اگه شما اولا که اینو باید بدونید این قضیه رو کامل بدونید و اگر کسی از شما این سال رو پرسی که بیس ادنتیکیشن این یا نه بهترین جواب اینه بچه ها، که اینجوری مسئله رو باز کنید و بگین ناامتر نسبت به فورم بیست به این دلیل ببین دلیلشه که بگین خیلی ویو و پوند مثبتی داره اینکه شما کامل متوجه این پروتکل رو بلدی و میدونین چه خبره خب پس این تیکه از کتاب هکر سند بوک من عمدن آوردم اینجا چون که تو مصاحبه ها پرسیده میشه این قسمت و هدفش هم فقط همینه ببینید تسلط شما روی مباحث چجوره اینو بعد میگفتم بهتون که بدونید و بریم این اکشن بریم این اکشن ببینیم که حالا بیسیک کانتنتیکیشنی که ما پست میکنیم چجوری میتونیم شونه کنیم من اینجا اگه خاطرتون باشه وب سرور داشتم که دو تا ویژوال هاست روش تنظیم کردم و این دایرکتوری یاشار با اشتی یه گذاشتیم که بیسیک آتنتیکیشن داشته باشه اگه خاطرتون باشه خب من چه جوری تو اینو نشون بدم بتون کافیه بریم اینجا و کرل داش وی بزنیم همونجور که می‌بینید اینجا من دارم آنتورایز می‌گیرم حالا توی یوزر توی این بروزرم من یوزر پس رو زدم اگه دقت کنین رفرش کنم هستش پس من اینجا اتنتیکیت دم و میخوام همین قضیه رو بریم با وایرشاک با هم دیگه ببینیم با وایرشاک میتونیم پکت ها رو چکار کنیم پکت ها رو اسنیف کنیم شبکه رو شنود کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میافته بزن بیاد بالا بعد بزنیم بعدا بعد میگه حالا پرمیشن نداری شما یه نرم افزار دیگه هم نصب کنیم ببینیم اگه نصبش طول کشید که من قطع میکنم فیلم های طول نکشید که فکر نکنم چیزی بشه و یه بار دیگه بیم بازش کنیم بار شارکو خب حالا من کارت رو که میخوام روش شروع کنم انتخاب میکنم همین وایفای هست که ای اینترنت من اینجا داره چیز میشه هندل میشه بعد اینو شروع میکنم شروع کردن اینجا حالا احتمالا پکت های زیادی میبینیم جاهایی که از کامپیوتر من داره درخواست میره بعد اینجا کافیه چیکار کنم من یه دور رو رفرش کنم یه دور رفرش کنم و برگردم اینجا و بیام فیلتر HTTP بذارم و حتی میتونم چیکار کنم بیام اینجا اند کنم خب این پکتی که من ارسال کردم اگه دقت کنید اینجا یه گت زدم و حالا فکر کنید که این کامپیوتر این من خودم رو این بروزر رو لگین نکردم و ترافیک داره مثلا یه بابایی داره وصل میشه به این وب سرور و ترافیکش داره کامپیوتر من میگذره خب و چند چیزی تو روزان داره اتفاق میافته موقعی که شما متصل میشین به یه سامانه یا به یه سروری ترافیک شما از کجا میگذره از آی اس تون اولین جایی که میره آی اس تون فکر کنید من تو آی نشستم و با ران کردم دارم میبینم اینجا میتونم روی اچ یا روی آی پی خاص فیلتر کنم بعد اگه دقت کنید اینجا یه پکت رفته روش کلیک راست کنم و فالو تی سی پی استریم رو بزنم ما میخوایم استریم تی سی پی رو ببینیم گفتیم TCP سی چیکار میکنه پکت ها رو ریز ریز میکنه و حالا میخوایم سرهمبندی بندی کنیم ببینیم کل پکت چه جوریه فالو تی سی پی رو میزنم اگه دقت کنید اینجا چی شده اینجا درخواست HTTP ارسال شده و جوابش من اومده اگه ای, ای توی درخواست خوب دقت کنید میبینید که اینجا نمیشه authorization دو نقطه فاصله بیسیک فاصله و یه مقدار به 64 که این مقدار به 64 چیه username و password و من این ای کپی کنم اینجا و دیگه اینو ببندیم با بارشا کاری نداریم این هم ببندم savingش کنیم و اینجا اینو اگه اکو کنم بزنم بیست 64 داش دی همونجور که میبینید یا یوزر یوزرنه من دو نقطه و پسوردم که با هم دیگه پس این پسورد انتخاب کردم که داره یه پترنی باشه میبینید یوزر پس اینجا وجود داره پس اینه که ما میگیم بیسیک کات یا کلا بخوام کلی تر ترافیک HTTP به خاطر اینه و اگه بیسیک کات باشه هر موقعی که من وایشار کردن کنم و هر پکتی که از کاربر بگیرم پسوردشو دارم و این پسورد داشتن چیز خوبی نیست چرا به خاطر اینکه من پسی دارم میرم پسورد ریوز که من میتونم این پسورد رو یعنی این کاربر میتونه این پسورد رو, رو روی های دیگه یا جا جاهای دیگه هم استفاده کرده باشه و این خیلی اتفاق بدیه حالا همین رو مقایسه کنیم با فرمای دیگه که بعدا که به اپلیکیشن رو براتون بیام باز کنم بهتون نشون میدم که اون موقع ما چی رو داریم اون موقع مثلا سشن کاربر داریم یعنی حسابش رو داریم اما پسوردش رو نداریم پس میتونیم نتیجه گیری کنیم که بیسیک ناامتر نسبت به مدل های دیگه اتنتیکیشن خب بریم ادامه بدیم خب بونوسی که الان میخوام اینجا بهتون بگم اینه که ما بیسیک اتنتیکیشن یاد گرفتیم دیدیم چه جوری محافظت میکنه از ریسورس ها دیدیم چه جوری میتونیم روش حمله بکنیم چیز زیاد سختی فکر کنم نباشه حالا من میخوام به عنوان بونوس یکم چیز سر بشم یکم یه،, یه،, پله برم بالاتر و دوباره برمیگردیم این که فکر کنید من میخوام این کار رو یه سری از تارگت ها یه سری از اهداف انجام بدم اولین سالی که پیش میاد که اصلا برچه چه باید این کار رو انجام بدم شما برم یه سری اهداف این کار رو کنم فکر کنید که من یه پروژه گرفتم و توش یه رنج وسیع آی پی هست و اینجا میتونم آسیب‌پذیری پیدا کنم و پول بگیرم اگه من این کار رو کنم خب برداشت پول میکنم یا اینکه رفتم توی برنامه باگ بانتی شرکت کردم اگه نمیدونید باگ بانتی چیه به زودی یک ویدیو پر میکنم که بهتون میگم باگ چیه برای خیلی سریع بخوام بگم کشف آسیب پذیری و دریافت جایزه در ازای اون پس چی شد من آسیب پذیری کشف میکنم گزارش میدم پول میگم میشه باگ بانتی خب فکر کنید من دارم روی سری هدف کار میکنم که اینا چی اینا برنامه باگ بانتی دارن و من پول میدن خب من میخوام چی کار کنم من میخوام این دانشی که اینجا کسب کردم بتونم آسیب پذیری پیدا کنم خب بروت فورس رو که دیدیم یه سری یوزرنیم و یه سری پسورد رو با هم دیگه تست میکنیم ببینیم که درسته یا نه اگه درست بود خب یعنی ما وارد شدیم و این کار رو انجام دادیم پس ما نیاز به یه سری تارگت داریم که به صورت چی؟ به صورت عملی این کارا رو انجام بدیم تارگت ها رو باید دوتا مشخصه داشته باشن وقتی میخوایم انتخابشون کنیم یعنی قبل از اون باید بیسیک اتنتیکیشن رو ساپورت کنن ما چه جور مطمئن بشیم که تارگت ما بیسیک اتنتیکیشن داره بچه‌ها دو تا مشخصه یک استاتوس کد 401 باید داشته باشه دو اینکه باید هدر www- authenticate رو داشته باشه این دو مشخصه رو که داشته باشه ما متوجه میشیم پس هدف ما داره توسط بیسیک اتنتیکیشن حالا ممکنه بیسیک نباشه ها ولی اگه این دوتا تا مشخصه رو داشته باشه میریم تو فاز اتنتیکیشن حالا ممکنه آتنتیکیشن های دیگه باشه و دنبال بیسیکش ما میگردیم توی این قسمت بچه ها ما میتونیم یه سری بریم مثلا میگم یه رنجش وسیع شبکه رو اسکن کنیم درخواست HTTP بهشون بزنیم و هدر رو نگاه کنیم ببینیم که هدری که برای ما برمیگرده این نوع مشخصه رو داره یا نه اگه داشت جداش کنیم جداش کنیم جداش کنیم جداش کنیم اینو بذاریم کنار مثلا بعد یه لیست 100 تایی 150 تایی از اهداف مشخص کنیم که روی اینا میتونیم آسیب پذیری پیدا کنیم و شروع کنیم بروت فورس کردن اگه ما بروت فورس کنیم و یه یوزر پس یوزر ولید پیدا کنیم به ما پول میدن بچا مثلا من همین آسیب پذیری رو همینی که دارم بهتون میگم با همین مشخصات روی رو بیت دیفندر پیدا کردم و من پول دادم فکر می کنم 2000 دو دلار یا 1500 دلار دارم بابت همین یه یوزر که من پیدا کردم چون پشتش سرویس حساسی بود پس میخوام اینو بهتون بگم که این قضیه ای که بهتون درس دادم حالا دیدیم کانفیگش هم با هم دیدیم و میتونید ازش برید و شروع کنید اهداف مناسب پیدا کردن و پول لر آوردن چرا ما باید دنبال یو بگردیم چرا ما باید دنبال هاست بگردیم بچه‌ها؟ چون دیدید که ما میتونیم هاستی داشته باشیم که بیسیک اتنتیکیشن نداشته باشه ولی یک یو داشته باشیم که داشته باشه مثلا مسیر یاشار توی ویدیو قبلی بیسیک اتنتیکیشن داشت در شد که مسیر اسلش نداشت پس ما دنبال یو هایی باید بگردیم که توسط بیسیک آتنتیکیشن اونا محافظت بشه فکر میکنم توضیحات کافی بود بریم با همدیگه دیگه عملی این کار رو انجام بدیم ببینیم چه جوریه خب ها بریم با همدیگه این کار رو انجام بدیم اولین چیزی که من نیاز دارم داشتن هدف مناسبه من تو این قسمت نمیخوام راجع به این قضیه صحبت کنیم من فقط میخوام اون بروت فورس رو نشون بدم که توی عمل چه جوریه و توی حمله واقعی که خود من دارم ازش استفاده میکنم و پول در چه چجوریه خب این قسمت رو این دستوری که میزنم و بچه ها شما نباید در نظر بگیرید یعنی حالا بعدا راجبش صحبت میکنم براتون ولی فعلا اه فعلا اه چیزی بهتون نمیگم من میگم میخوام اینجا یه yeah. دیتابیسی دارم توش پر یو آر ال ها که ازش استفاده میکنم برای کارهای خودم اینجا من میخوام بگم استاتوس کد های توی این دیتابیسی که من دارم استاتوس کد های 401 رو بده بچه ها پس چی شد استاتوس کد های 401 بذار ببینیم چند تا داریم از استاتوس کد های 401 3652 تا بچه‌ها من این استاتوس کد دارم و اینا حالا ممکنه یه سرش بیسیک اتنتیکیشن نباشه ممکنه یه سرش بیسیک اتنتیکیشن باشه یه قسمت دیگه ای من اضافه کردم به این دیتابیس که تگ گذاری کردم دیتامو اینجا تگ بیسیک رو میزنم روش و بیسیک آت فکر میکنم آدم آت بود بله و اینجا ببینم چند تان 1814 تاست بچه ها 1814 تاست برای اینکه یکم تعدادش رو بیام کمتر کنم میگم چی کار کن میگم که توی اونایی که توی ده روز اخیر اضافه شدن به دیتابیس منو رو بهم بده 167 بچه هم. من 167 تا است یا یو دارم که بیسیک آتنتیکیشن دارن استاتوس کدشون 401 و توی ده روز اخیر به دیتابیس من اضافه شدن یعنی قبلش نبودن چرا من این رو میخوام بروت فورس کنم به خاطر اینکه اونایی که قدیمی بودن خب شاید یه سری ملت بروت فورس کرده باشن ولی این که ده روز ده روز جدیدان اضافه شده نه باز میگم این قسمت رو فعلا اصلا چیز نیست در راستای کورس ما نیست حتی من یه بحث دیگه توی یوتیوب گذاشتم یه کتگوری دیگه گذاشتم برای باگ بانتی اونجا بیشتر راجع به این قضایی توضیح میدم ولی اصلا توی دوره ما نیسته شما فکر کنید که یعنی این قسمتی که من دارم استخراج میکنم این URL رو اینا رو شما فکر کنید این اینا رو دارید از یه جایی به دست آورید خودتون اسکن کردید و الا آخر پس اینا حواستون باشه خب من میام این اطلاعات رو میرزم توی چی میرزم توی بیسیک تارگت مثلا تا تی دی. پس من اینا رو اینجا دارم دیگه و اینا رو کت میکنم این اطلاعاتی که میبینیم ممکنه یه سری اینا رفته باشن پایین ممکنه یه سریشون عوض شده باشن برای اینکه بتونم این قضیه رو تفکیک کنم بچه ها از HTTPX استفاده میکنم HTTPX چیه من اینجا براتون بهتون نشون بدم یک نرم یک برنامه ای که Project Discovery نوشته و کارش چیه مولتی پرپز اچ دی تول کیت برای سری برای چندین هدف پشت این هستش که نوشته شده عموما برای این استفاده میشه بین هانترا و بین ها که میخوام ببینن یه دونه اسست یا یه دونه یو آیا بالا هست یا نیست یا اگه بالاست استاتوس کدش چنده و الی آخر حالا آپشن های دیگه داره اینجا ببینید کلی آپشن داره نصب کردن با زبان گو نوشته شده نصب کردنش خیلی آسونه یه در این یه کامند کپی کنید پیست کنید نصب میشه و اینجا اگه دقت کنید من چقدر چیز دارم 167 تا دا تارگت دارم من میام روی اینا اچ میزنم که یه بار دیگه چکشون کنم که اشتباه بچا چیز نشه مثلا 167 ممکنه 20 تاش الان دیگه بیسیک اتنتیکیشن نداشته باشه یا اتفاقی دیگه افتاده باشه باش پایین باشه من نمیخوام سرعتمو کم کنم پس اول میام دیتامو پالایش میکنم اینجا میاد اچ تی سایلنت بعد داش mc من میگم مچ کن کد چندو 401 پس اونایی که کدشون 401 رو به من بده دوستان و این به من چی میده؟ این به من یک بزنین خورجی شو نشون بدم چجوریه این صورتش هم بالاست خیلی سری میزنه این به من کلی چیز میده کلی یوارل میده همونجور که میبینید و این یوارل ها پشتشون دیگه بیسیک کاتنتیکیشنه و من میدونم که این هستش یه HTTP داره این بیسیکه من فعلا میخوام رو HTTP تی فورس کنم پس اچ تی شو ور میدارم حالا میتونم اینو چیکار کنم دیگه چون یه بار زدیم بیام کپی پیس کنم یا اینکه یه کار دیگه کنم بیام بگم گرپ کن چیو اچ تی فقط اچ ها رو من بده و میخوام اینو بفرستم توی هیدرا بچه توی هیدرا میخوام بفرستیم بعد چیکار کنیم خود هاستو بذاریم من اینکه خود هاستو داشته باشم کافیه چیکار کنم ببینید فرمتمون چه اینجوری که https دو نقطه سلش سلش و اون هاستی که داریم اینجا میام از دستور چی استفاده میکنم کات استفاده میکنم دلیمیترم رو میذارم اسلش و میگم چی سومی رو به من بده یعنی وقتی خورد کردی دیتامو اون قسمت سوم به من بده و این چیزی که من اینجا دریافت میکنم آماده بروت فورسه پس چی شد آماده بروت فورسه و اینو میبریمش توی هیدرا که بگیم بورد فورس کن خب میبینید این چیزی که من اینجا دارم تو بچه چیه؟ آماده ای بورد فورس هاستا رو دارم اینجا و حالا میتونم همینو ببرمش توی هیدرا یعنی چیکار کنم میتونم لیستش رو ذخیره کنم بدم هیدرا یا میتونم چیکار کنم همینجور پایپش کنم توی هیدرا دیگه بستگی داشت جور بخواین خودتون کار کنید خب من این لیست رو ذخیره میکنم چون میخوام ببرمش رو سرور رو انجام بدیم بچا لیست رو ذخیره میکنم میبرم حتی چون برای چیز واقعا نمیخوام دوباره نتیجهش نیستم الان میتونم همجور روی کامپیوتر خودم خودم این کار کنم اه. ولی برای اینکه سرعتمون یکم بیشتر شه اول یه لیست میسازیم یه لیست تست بعد اینو پیست میکنیم توش بعد اینجا کتش میکنیم تست رو حالا اینجا میتونیم با x ارگز استفاده کنیم داش آی ورودیمون اسمش چی باشه مثلا میتونیم اسمش رو بزنیم لاین فرضاً فرقی نمیکنه و بش داش سی اینجا بریم هیدرا اول اکو کنیم لاین رو ببینیم درست کار میکنه یا نه بعد خب اوکی اینجا بریم هیدرا رو ران کنیم بریم هیدرا ران میکنی. بعد هیدرا ران میتونیم کنیم خب راجع به هیدرا داش اچ شو هر موقع یادتون رفت میتونید ببینید که چند تا چیز شما میخوایم یک اینکه که یوزرنیم ها رو بعد ورداریم آها برای یوزرنیم پسورد چیکار کنیم یوزرنیم رو اینجا یوزرنیم های پر استفاده رو میبینید که حالا درست سالش قدیمیه برای سال 2010 ولی بچه درستن خیلی هاش بریم یه لیست یوزرنیم تشکیل بدیم پس VIM و اینجا مثلا اینفو خوبه بذاریمش پوستگرس نه گست خوبه بعد یوزر عالیه اوراکل نه ادمین عالیه بچه ها تست عالیه تست آندلان یوزر خیلی خوبه روت خوبه دیگه چی بذاریم ادمین آندلان یوزر ادمین یوزر و ادمینیستریتور هم بذاریم خوبه دیگه مثلا این, این یوزر شد پسورد همون کجا بیاریم اینجا جلسه قبل ما این استفاده کردیم هزار پسورد برتر رو بعد پس یوزر پس ما الان جور شد یوزرنیم پس اون جور شد حالا ما بخوایم هیدرا ران کنیم کافی چکار کنیم هیدرا دش اس اس بزرگ برای چی برای اینکه اس ال کانکت رو انجام بده بعد حالا اس کوچیکو رو میذاریم روی 443 پورت 443 رو برای ما انجام بده بعد دش اینجا اگه ال کوچیک بدیم یه دونه است اگه ال بزرگ بدیم چه اتفاقی میفته میتونیم لیست یوزر نیم بش بدیم و همچنین نگاه کنید پسورد اگه پیه کوچیک بدیم یه دونه پسورد اگه پی بزرگ بدیم لیستی از پسورد داره داریم که اینجا هم هزار پسورد رو انتخاب کنیم بعد اینجا تارگتمون رو باید بذاریم حالا مثلا یه این دونه اینا رو بذارید برای تست بذاریم اول بچا تست میکنیم کامندمون رو بعدش دیگه اتوماتیک فول اتوماتیکش میکنیم و اینجا HTTP چی رو انجام میدیم گت رو من میذارم چرا بچا چیز نمیذارم چرا دفعه قبل هد زدم اینجا گت میذارم به خاطر اینکه خیلی از وب سرورا هد پشتیبانی نمیکنن یا هد دراپ میکنن ما دیگه ریل ورلد داریم تست میکنیم یه محیط آزمایشگاهی نیست پس سرعتو این, سرعت این که سرعتو میدیم بره اولش چیو به دست میاریم اینکه پوشای پوشایی تست اونو بیشتر میکنیم خب این از این حالا اینو اینتر بزنم ببینید این شروع میکنه بورت فورس کردن شروع پس کامند ما درسته آرم داش آرف هیت را هم پاک میکنیم کامند کاملا درسته این کامند رو ور میداریم و میبریم کجا میبریم توی این قسمت به جای اکو پیستش میکنیم و البته توی اینجا میایم به چیو میذاریم میایم به کلمه لاین رو میذاریم و بچا حالا شما میتونید با روش های مختلف دیگه این کارو کنید میتونید فایل بش بنویسید براش ذخیره کنید خیلی کارا میتونید انجام بدید اما این کارو کنید که یعنی اینجوری تمرین کنید که بشتون هم قوی تر بشه پس من چی کار کردم اه... آها برگردیم اینجا من دارم روی تست فقط انجام میدم بزنیم این تست انجام میدیم شروع کرد. تست رو بروت فورس کردم پس اینو کنسل میکنم اینم پاک کنیم پس کامند اصلی رو داریم ما دیگه اینجا و بعد برم روی چی بزنم روی تارگت های اصلی پس این به من چی میداد این به من تارگت میداد همین رو میام هم پایپش میکنم با ایکس ارگزی که دارم اینم پاک میکنم تبو میبندم و این میشه کامند آخری که من دارم که قسمت به قسمت با چهارتون توضیح میدم اول بیسیک تارگت ها رو ما گرفتیم بعد توشون httpx زدیم درسته و بعدش تو httpx گفتیم استاتوس کد 401 رو فقط نگهدار. بعد گرپ زدم HTTPS و HTTP رو فعلا نمیخوام بروت فورس کنم بعدش گفتم بیا برای من حاستش رو در بیار اون کاتی که کردیم اومده هاست رو برای ما در میاره بعدش X ارگز رو گذاشتم و هیدرا ران کردم اون پسورد یوزرنیم هم که درآوردم پسوردم که اون هزار تاست من این میزنم حالا کافیه همین رو روی سرور اجراش کنم بچه‌ها. بر رو سرور اجراش کنم همینجا میتونم حالا اینترنت هم خوبه اینجا یه بزنم کار کنه بعدم بیام حالا چه میگم نیم ساعت دیگه بیام ببینم پسوردی خود یوزرنیم خود پسوردی خود یا نه اگر یه یوزر پس باشه بچا پوله یعنی من میرم گزارش میدم و پولش رو دریافت میکنم این اینجا دارم شروع کرده بروت فورس کنم میتونم سایلنتش کنم بچه ها هم بزنم بروت فورس الان من استوپش کنم دیگه اینجا چون من بخوام بزنم حالا میرم رو سرور دیگه و اه... میتونم بگم ذخیره کن اطلاعاتم توی فایل ذخیره کن حالا همه اینا رو گفتم بدون بچا که ببینید مثلا این, قز... این دانشی که اه... یاد گرفتین توی جلسات میتونین چیکار کنین میتونین استفاده کنید و حتی برید باش پول در بدین همینجور که میبینید خب اینم باز میگم چون یه سری فیدبک داشتن و یه ذره کار عملی تر کن مثلا حالا میدونم یه سری بچه ها جلوتر و بلدن حوصلشون سر میره اما من روز اولی که این کورس رو میخواستم بذارم هدف این بود که جامعه هدف من افراد گستردهی باشن کسایی باشن که دانششون کمتره و کسایی که دانششون بیشتره میتونن حالا قسم... اه... توی یوتیوب دارم قسمت های دیگه هم تشکیل میدم میتونم اونا رو اه... برم ببینن امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه ها. اه... جلسه بعد میریم وارد و اپلیکیشن میشیم پی اچ پی رو نصب میکنیم و کم کم میریم ببینیم آرکیتکچر های مختلف چه جوری و بهتون توضیح میدم خیلی ممنون از نظراتتون خیلی ممنون از انرژی هایی که میدید پیشنهاد یا انتقادی دارید برام حتما بفرستین دمتون گرم خدا نگهدار